عزیزان بذارین از همین شروع تمامی جلال، اکرام، تمجید و قدرت رو به خدایی بدیم که از ما قطع امید نکرده. آمین. و هر دفعه مرتب سعی میکنه که چراغ امید رو در قلب‌های ما روشن کنه. خدایی که هرچی هم که اشتباه بکنی جا نمیزنه، کنار ما ایستاده، ما رو ترک نمیکنه. عزیزان برای همین اینجا هستیم، نیست؟ این خدا رو اینجوری چشیدین؟ برای همین اینجا هستیم. ولی سوال اینجاست عزیزان که آیا ما امروز با انتظاری مقدس اومدیم به حضور این خدا که اینطور برای ما ایستاده؟ آیا امروز با دعا اومدیم تو کلیسا که بگیم ای خدا واقعا با فروتنی اومدم، امروز اومدم که تو با من حرف بزنی، امروز اومدم که سر کلام تو برای من آشکار کنی، که به یه درک تازه‌ای از شناخت تو برسم؟ دعا کردین عزیزان؟ امروز دعا کردین که من میخوام سخن تو رو بشنوم و کمکم کن که هیچ مقاومتی در مقابل کلام تو نداشته باشم، بلکه با فروتنی پاسخ بدم؟ امروز یا هر هفته دعا میکنیم برای شبانان کلیساتون عزیزان، برای پیام‌آوران، که خدا از قول اونا با شما صحبت کنه، حقایق الهی رو باز کنه. آمین که این عادات نیکو و پسندیده در تک تک ما ریشه کنه. هر هفته با دعا به حضور خدا بیاییم. الان خیلی تو قلبمه که با هم دیگه بیستیم، چند تا اعتراف مثبت رو در این فضا اعلام کنیم با کتاب مقدسمون. اسلحه‌تون همراهتونه، بعضی آیفوناشون همراهشونه، اشکال نداره، اپ کتاب مقدس اونجاست، میتونیم بالا نگه دارین عزیزان و اعلام کنیم این کتاب مقدس قدرت داره. میتونیم بگیم نیست؟ این کتاب مقدس قدرت داره که منو به شناخت خدا برسونه. این کلام خدا قدرت داره که آنچه که میشنوم عمل کنم. این کلام خدا قدرت داره که ذهن منو روشن کنه، قلب منو بیدار کنه، که بصرهای پر از نفوذ و قدرت کلام خدا در زمین دل من بشینه، ریشه بیاره و هزاران ثمر نیکو در زندگی من به بار میاره. اگه ایمان داریم به این چیزایی که گفتیم بگیم با هم دیگه آمین. آمین. عزیزان در تاریخ زندگی های ما زمانی میاد که ما با گناهان خودمون روبرو میشیم، نیست؟ و نزد خدا فریاد میزنیم، به نزد خدا میدویم و اون لحظه متوجه میشیم که مدت هاست که آغوش خدا انتظار ما رو میکشه. این لحظه ایه که به محبت او پاسخ میدیم و از این لحظه داستان زندگی من و تو با خدا شروع میشه. چشیدین اینو؟ و بسیاری از ایمانداران به همین بسنده میکنن و میگن دیگه کافیه، فکر میکنن چیز دیگه وجود نداره و قانع هستن به همین تولد تازه. برای همین این نارضایتی، ولرم بودن، خشکی روحانی کم کم در وجود اونا، زندگی اونا رخنه میکنه عزیزان، که این موارد یکی از خطرناکترین موارده برای رشد روحانی ما و بلندگی ما در عیسی مسیح. ولی در این میان کسانی هستن، مقدسانی هستن که هر چند وقت یک بار خودشون وسط یک بیابان خشک و برهود میبینن، جان اونا مثل آهوی تشنه مشتاق کلام خداست، مشتاق شناخت خداست. برای همین عزلت میطلبن، دعا میکنن، روزه میگیرن، او رو جستجو میکنن تا چی بشه؟ تا به درک تازه ای از خدا برسن، تا به شناخت تازه ای از خدا نائل بشن. و
وقتی که خدا رو میچشن عزیزان، بعد از این جستجو کردن تشنه تر میشن و بیشتر اشتیاق دارن که خدا رو تجربه کنن. کم کم به جایی میرسن که یه دید وسیع تر، یه درک عمیق تری از خدا دارن و یهویی میبینه از یه گنجی برخوردار شدن که اسمش ذائقه مقدس برای شناخت خداست. یک ذائقه سیری ناپذیر برای شناخت خدا. وقتی تو دنیای مادیمون هم میبینیم از اون وقتی یه غذاییه تو نمیشناسی، فقط نگاه میکنی، قیافه شاید خوشت نیاد، اصلا ذائقه تو طعم اون غذا رو نچشیده نیست. تاله تجربه کردی، مثلا من از کوکو سبزی متنفر بودم، ولی وقتی چشیدم، وقتی یه نفر خیلی عالی اینو درست کرد و من چشیدم، ذائقه من با این آشنا شد. الان شاید دلم خود هفته یه بار درست کنم. تقریبا 2002 بود که خیلی تو قلبم اومد که یه 10 خادمینو به اضافه پاستور آلبرت خونمون دعوت کنم. تازه اساس کشی کرده بودیم، خونمون تازه بود و گفتم خدای چی درست کنم. از اونجایی که خودم عاشق ماهی ام، رفتم ماهی خریدم، یکی از بهترین ماهی ها رو با بهترین طبخ اونو درست کردم و میز خیلی زیبایی رو تزیین کردم و منتظر مهمونام بودم بدون اینکه بفهمم آیا ذائقه اونا با این ماهی آشناست یا نه. وقتی که همه مهمونا اومدن نگاه کردن، کلی لذت بردن به غیر از برادر آلبرت. وقتی نگاه کرد به این ماهی گفت ولی من ماهی نمیتونم بخورم، من ماهی دوست ندارم، تا حالا ماهی نخوردم. و من همچون مونده بودم، فقط بهش نگاه کردم، گفتم خدای چی بگم. یه چیزی که اومد تو ذهنم، گفتم برای برادر آلبرت این ماهی از اون ماهی ها نیست، یه ماهی فوق العاده عالیه. و وقتی که چشید و خورد فقط دیدم داره لذت میبره. عزیزم 20 ساله خیلی موقع وقتی میمونم که چی درست کنم، میگم آلبرت چی درست کنم، میگه ماهی. انواع و اقسام ماهی ها رو خیلی بیشتر از من شناخته و سفارش میده. خدا هم همینجوره عزیزم. برای همین مضمون نویس میگه بچشین طعم خدا رو و ببینین که چقدر نیکوست. اما سوال اینجاست، آیا واقعا با این چیزایی که ما میگیم میتونیم به درک تازه‌ای از شناخت خدا برسیم؟ آیا ما میتونیم مثل اشعیا، ایوب، پولس تصویری رفیع‌تر، دیدگاهی وسیع‌تر و پرجلال‌تر از خدا پیدا کنیم؟ آیا میتونیم؟ باشه که همگی ما امروز عزیزان در ملاقاتی صمیمانه حداقل با یه ذائقه‌ای که تحریک شده خدا رو جستجو کنیم. آمین. چون کلیسای زنده عزیزان روی ملاقات شخصی بنا شده. کلیسای زنده است که تک تک افراد ملاقاتهای شخصی با خدا داشته باشن. صرفاً اطلاعات، صرفاً آموزه های الهیاتی هرگز نمیتونه به ما کمک کنه که کلیسای زنده و حیات بخشی داشته باشیم. اگه یک تجربه، یک ملاقات تجربی و منوتویی با خداونده. ایوب خیلی اینو چشیده بود. 41 باب 40 باب همینجور گرسنه و تشنه خدا بود و فکر میکرد همه چی رو از خدا میدونه. وقتی خدا رو ملاقات کرد گفت از شنیدن گوش هام در مورد تو شنیده بودم، اما الان ای خداوند چشمای من تو رو میبینه. او رو چشیده بود عزیزان، او رو دیده بود. بذاریم با هم اشعیا باب 6 آیه 1 تا 9 قرائت کنیم. از طریق این بخش کلام خدا امیدم اینه که ذائقه روحانی ما یک کمی تحریک بشه برای اینکه خدا رو بشناسیم و خدا رو ملاقات کنیم. در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که با کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند و هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را می پوشانید و با 2 پاهای خود را می پوشانید و با 2 پرواز می نمود
و یکی دیگری رو صدا زده میگفت قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. و اساس آستانه از آواز او که صدا میزد میلرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود برداشت و آن را بر دهانم گذارده، گفت اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم؟ کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک مرا بفرست. گفت برو به این قوم بگو البته خواهند شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهند نگریست اما درک نخواهند کرد. آیه 1: در سالی که عزیای پادشاه مرد خداوند را دیدم. خداوند را دیدم از آن دلالت بر زنده بودن خدا داره. عزیای پادشاه بعد از 52 سال خدمت مرده، اما از خدا همچنان زنده است. وقتی جهان خلق می شد خدا زنده بود. وقتی شاهان ابرقدرت بلند شدند و به رو به زمین افتادند خدا زنده بود. وقتی کشتی عظیم تایتانیک غرق شد خدا زنده بود. وقتی ناوهای جنگی به قعر دریاها فرو می رفتند همچنان خدا زنده بود. در سالی که عزیای پادشاه مرد خدا زنده بود. در هیچ کجای دنیا عزیزان رهبرانی که تا حالا زندن دیگر زنده نخواهند بود. تا چشم هم بذاری 10 میلیارد انسان جدید پا به عرصه زمین میذارن و میلیاردها انسان مثل عزیای پادشاه خواهند مرد، اما همچنان خدا زنده است. وقتی به این قسمت تعمق میکنی و تفکر میکنی یک حس میرا بودن در وجود خودت میاد و به شناخت نامیرایی خدا میرسی عزیزان. و چقدر این میتونه ما رو از تکبر، احقاق حق، دنبال شهرت، جاه طلبی و قدرت‌های شخصی باز داره. آمین. قسمت دوم آیه 1: خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. نشان سلطنت خداست. خدا سلطنت میکنه عزیزان، چون که قادر مطلقه. اون نشسته، اشاره به اینه که همه چیز اونجا آرومه، او بر همه چیز کنترل کامل داره. خدا در قلمرو شخصی خودش هرگز به بنبست نرسیده و نخواهد رسید. او درمانده نشده. ما ایم که میلرزیم یه اتفاقی میفته. او صاحب اختیاره. کرسی سلطنت او، فرمان روایی او، حق کامل اوست عزیزان. چقدر زیبا مکاشفه باب 19 آیه 6 یا 7 میگه شنیدم آواز جمعی کثیر، شنیدم آواز آبهای بسیار که چون رعدهای خروشان بود، که با هم دیگه میگفتن هللویا، زیرا خداوند خدای قادر مطلق ما سلطنت میکنه. و چقدر حماقت محض عزیزان که به گونه ای رفتار کنیم که خدا رو زیر سوال ببریم. ما نیاز داریم تک تک ما که مرتب این جمله رو بشنویم، یک جمله رک و بی پرده، که در هر شرایطی حق با خداست. در هر شرایطی عزیزان حق با خداست. خدا قادر مطلقه. خدا بالاترین قانونگذار و مجری
مجری قانون بوده و هست و خواهد بود. دانیال میگه خداوند مسرت خود رو به عمل میاره، اراده خود رو انجام میده. کیه که او رو باز داره؟ کیه که او رو بتونه تحت تاثیر قرار بده؟ کیه که به او بگه چی کار داری میکنی؟ کاخ آرزوهای من فرو ریخت، چی کار داری میکنی؟ عزیزان، شناخت قادر مطلق بودن خدا یا ما رو به وحشت میندازه یا ما رو به یک پناهگاه امن میبره. چرا که خدا یا با ماست یا به ضد ماست، هیچ حد وسطی وجود نداره. آیه یک قسمت سوم، و هیکل از دامنهای او پر بود، دامن ردایش تمامی معبد رو پر کرده بود. خدا زیباست، خدا پرشکوهه، داره به این اشاره میکنه. تا حالا از اون جشن تاجگذاری ملکه ها رو، پادشاه ها رو دیدین؟ من عاشق این جشن ها هستم. ندیمه ها چطور دامن ردای این ملکه ها رو میگیرن که نبودا یه سرسوزن به زمین بخوره، بعدش این کشیده میشه با این حال. چه عظمت و چه ابهتی داره اینجا داره اشاره میکنه. جایگاه پرستش از آن تمامی فضای قدسای آسمان پوشیده شده از دامنهای خدا. او خدایی که در شکوه و زیبایی بی نظیره، نه فقط در آسمان. شکوه و زیبایی خدا حتی در زمین خدا، در این خلقت خدا که خیلی بدی ها قابل رویته، اگه چشمای روحانی ما باز بشه خیلی زیبایی ها رو میشه دید. هزاران شکل زیبایی قابل رویته. ماهیانی رو دیدین که در عمق تاریک اقیانوس ها هستن؟ چطور نور میتابونن؟ انگار زیر چانه اونا یه فانوس آویزونه. اصلا خیلی عجیبه نیست؟ چقدر زیبا هن. هزاران گونه از این ماهی های شبتاب هستن که زیبایی خدا رو منعکس میکنن. رنگ های زیبای پاییز عزیزان جلوه ای از زیبایی خداست. جهش های اون سمور های هوشمند و زیبا که من عاشقشم. هر دفعه که رد میشم تو هر وضعیتی باشم دقایقی فقط میخه اونا میشم. اگر جهان هستی چنان غرق زیباییه، پس چقدر بیشتر خدا زیباست نیست؟ چقدر خدا میخواد این خلقت، این خلقت زیبای او، زیبایی او رو ببینی. و آیه دو، صرافین بالای آن ایستادن و هر یک از آنها شش بال داشت، با دو پا از آنها روی خود را می پوشوندن و با دو بال دیگر پاهای خود را و با دو بال پرواز می کردن. عزیزان چه موجودات بالدار و عجیبی. وقتی این شکوه زیبایی خدا رو می بینن، فقط تنها کاری که می کنن پرستشی پر از هیبت. با دو بال خودشون چشمای خودشون می پوشونن در حضور بیواسطه جلال خدا. اونا قدرت نداشتن به چشمای خدا نگاه کنن، انقدر جلال درخشنده بود که انگار اونا نای نگاه کردن نداشتن. تا حالا شده به خورشید نگاه کنید؟ حتی چند ثانیه کور میشیم نیست؟ با دو پا، با دو بال پاهای خود رو پوشونده بودن، با دو بال جلوی چشمای خودشونو گرفته بودن و با دو بال 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 می زدن، از کنار هم به سرعت عبور می کردن. اصلا چه تصویر با شکوهی! چرا پاهای خودشونو می پوشوندن؟ یه قسمتی به خاطر فروتنی، یه قسمتی به خاطر اینکه پاها سمبل مخلوق بودنه. یادتونه موسی خداوند در باب سه خروج چی گفت؟ کفشای خودتو درار که بفهمی چه شکاف عظیمی بین خالق و مخلوقه. همه چیز خدا نیست و خدا همه چیزه. عقیده خدا انگاران و که خدا خداست. و فرشتگان باید می دیدن که چه فاصله عظیمیه و
برای همین برای اینکه بتونن تاب بیارن میپوشوندن خودشونو. و هر یکی دیگری را ندا میداد: قدوس 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 یهوه سبایو. تمامی زمین از جلال او پر است. خدا قدوسه، خدا قدوسه عزیزان. واژه قدوس وقتی فقط به این واژه میرسیم انگار از مرز دنیا خارج میشیم، انگار به یه در بسته میرسیم، انگار دیگه هیچ کلامی، هیچ گفتار انسانی یارای اینو نداره که بگه تعریف کنه قدوسیت خدا رو. تصور کنید مخلوقاتی پر از قدرت، پر از هیبت که درخشندگی خاص اونا اگه به هر انسانی ظاهر بشه انسان از ترس قالب توهی میکنه. از فرشتگانی که مثل ما انسانها گناه نمیکنن، در مقابل حضور خدا وقتی حضور خدا رو میچشن، تنها تأکیدشون روی قدوس بودن خداست. چرا که قدوسیت خدا یکی از ویژگی‌های والا و عالی اونه، یکی از اولویت‌های شخصیت خداست. وقتی از بازوی بلند و پرقدرت خدا سخن میگیم، صحبت میکنیم که خدا قادر مطلقه، نیست؟ وقتی از دانش و دانایی و سخن میگیم، از حکمت او داد سخن میگیم. وقتی از دل با ثبات و وفادار او صحبت میکنیم، خدا رو میشناسیم که تغییر ناپذیره. اما وقتی قدوسیت و پاکی خدا رو میبینیم و نمایان میشه، انگار او رو همانطور که هست خودشو نشون میده. ما هیچ تعریفی نمیتونیم از خدا بکنیم جز این که بگیم خدا قدوسه، فقط قدوسه. برای همین فرشته ها پشت سر هم بال بال می زدن و قدوس قدوس صدا می کردن. ما فقط انسان ها می تونیم واژه قدوس و مقدس رو کمی تعریف کنیم. این واژه به معنی قطع شدن، جدا شدن، متفاوت بودن. در کلام خدا ما زمین مقدس داریم، سبت مقدس داریم، مردان و زنان مقدس داریم، دست‌های مقدس داریم، بوسه‌های مقدس داریم، ایمان مقدس داریم، محفل مقدس داریم، رخت‌های مقدس داریم، عزیزان امت مقدس داریم. یعنی چیزی یا شخصی مقدسه که از کاربرد استفاده عمومی خارج میشه، وارد یه حیطه دیگه میشه، وقف خدا میشه و قطعا و خیلی مسلماً خارج و قطع میشه از هر رابطه اشتباهی، چون به یه حیطه غیر زمینی متعلق میشه. اما با این همه تعاریف ناقص و ناخوانا، از خدا از چه چیزی باید جدا باشه تا قدوس بشه؟ او از هر چیزی یا کسی که مقدس نیست جداست. مثل من قدوسی نیست. در اشعیا 40 آیه 15 میگه من رو به کی تشبیه میکنین؟ من رو با کی مساوی میکنین؟ تو فکرتون چه بت ذهنی دارین؟ چه چیزی راجع به من تصور میکنین؟ این را قدوس میگوید و بعد ادامه میده. و تمامی زمین از جلال اون مملو است. وقتی این قدوس قدوس بلند میشه، انگار که عزیزان فرشتگان از عرش آسمان دارن تمامی زمین رو میبینن که از اول تا ابدیت پر از جلال خداست. ما میبینیم عزیزان؟ ما نمیبینیم، ما نمیتونیم ببینیم از این پایین، ما اصلا نمیتونیم ببینیم. مخصوصا انقدر به امورات جزئی و پیش و پا افتاده مشغول هستیم که حتی جلالی که در خلقت خداست نمیتونیم ببینیم. مثل یه مردی میمونیم که سوار درشکه شده و آرزوشه که بره یه جای دور توی بیابون ستاره های زیبا رو ببینه، ولی نیتش اینه که بره ستاره ها رو ببینه، نیست؟ ولی بالای سرش، درست بالای سرش یه فانوس پررنگ روشنه. آیا با روشن بودن این فانوس میتونه ستاره ها رو ببینه؟ میتونه جلال و زیبایی ستاره ها رو ببینه؟ باید یه بادی ببزه،
فانوس خاموش بشه، درسته؟ تا او بتونه ستاره ها رو ببینه. عزیزان اگه روح القدس، باد روح القدس بوزه و چراغ های زمینی ما رو خاموش کنه، ما خیلی بیشتر جلال خدا رو میتونیم ببینیم. فقط بهتون بگم عزیزان، مطمئنم که آن روز خواهد اومد که خدا بوزه، خدا بدمه به هر جلالی که با جلالش در رقابته. اون روز خواهد رسید که روح پرفیض خدا بوزه و تمام جلالهای کاذب رو خاموش کنه، تا جلال خدا، زیبایی خدا، زنده بودن خدا، اقتدار خدا، قدوسیت خدا بر هر شخص فروتن و متواضعی آشکار بشه. و اون روز نزدیکه عزیزان، خیلی بیشتر از اینکه فکر کنیم نزدیکه. اما میخوام یه خبر خوش بدم، نیازی نداریم که تا اون روز صبر کنیم. اگه خودمونو فروتن کنیم، اگه مصرانه و با اشتیاق در پی شناخت خدا باشیم، اگه ذائقه های روحانی خودمونو تقویت کنیم، ما هم مثل اشعیا به درک عمیق‌تری از خدا خواهیم رسید. چون خود ارمیا در باب 29 میگه مرا خواهید طلبید، چون مرا با تمامی دل جستجو کنید. یکی هست بگه چی؟ خواهید یافت. آمین. اساس آستانه خانه از آواز او که صدا می کرد می لرزید. آیه 4. این داره اشاره میکنه وقتی صرافین داشتن پرستش میکرد، از بنیاد معبد می لرزید. میتونید تصور کنید؟ این داره به هیبت پرستش صرافین اشاره میکنه. تا حالا شکستن دیوارهای صوتی رو شنیدین در روی زمین؟ کی شنیده عزیزان؟ من یادم بچه بودم خیلی وقت نشنیدم، پدرم میگو قراره دیوارهای صوتی شکسته بشه، فردا در حضور شاه یک رزمایش عظیمی داده میشه و اونجا اون هواپیماهای جنگی با اون ترتیبی که دارن، با اون آرایش رزمیشون در حضور خدا، در حضور شاهنشاه آریامر رزمایش میدن و همه تو اخبار نگاه میکردیم. این هواپیماها به سرعت کنار هم عبور میکردن با یه نظم خاصی، یادتونه؟ من نمیدونم چه فعل و انفعالاتی اونجا صورت میگرفت، فقط یک صدای خیلی شدیدی میامد که میگفتن این یعنی دیوارهای صوتی شکسته شده. یعنی اونجا که دیوارهای صوتی شکسته میشه، انگار عظمت این شاه، هیبت این شاه بیشتر براش ارزش قائل شدن نیست، بلند کرده میشه. و خانه از دود پر شد. وقتی چنین پرستشی، چنین رزمایشی صرافین جلوی خدا میدن، میگه خانه از دود پر شد و اشاره به اینکه خدا پر جلال است. هستن قدوسیت خدا، جلال مخفی و پوشیده شده خداست. و وقتی ذره ای از قدوسیت خدا آشکار میشه چی میشه؟ جلال خدا عیان میشه. دیدین یه موقع میگیم جلال خدا رو دیدیم، چه جلالی داشت فلان سمینار، یعنی قدوسیت خدا آشکار شده. و اشعیا در اون ملاقات شخصی، در اون شناختی که از خدا پیدا کرده بود، به زنده بودن خدا رسید، به جلال خدا، زیبایی خدا، اقتدار خدا، قدوسیت خدا، و نائل شد که اون پرستش پر هیبت رو ببینه. برای همین در اون ملاقات، در اون شناخت، چندین نتایج عالی نصیب اشعیا شد. عزیزان در این شناخت که از ملاقاتی خیلی عمیق صورت گرفت، اولین نتیجه: پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم. از اون وقتی ما خدا رو ملاقات میکنیم و اندکی از شناخت خدا نائل میشیم،
تنها واکنش مناسب یک توبه حقیقیه. کسی که به شناخت خدا میرسه اولین نتیجه شناخت خودشه. به اینجا میرسه که هیچ امیدی برای او وجود نداره که به معیارهای خدا برسه. انقدر خدا عظیم و قدوسه و توبه حقیقی صورت میگیره. این ای وای ای وای، این زبان در عبری زبان اصیل ادبیات رایج اون زمان بود. وقتی یکی میگفت ای وای ای وای ای وای در حضور خدا، یعنی از نظر روانشناسی فرو ریخته، یعنی فرو پاشیده. عزیزان تصور کنید یه مردی که پاکترین، پرهیزکارترین، با تقواترین بود به این وضعیت افتاد. در اون ملاقات وقتی کتاب مقدس هم میبینیم عزیزان، تمام اون مردان و زنان خدا که با خدا ملاقات میکنن واکنشی تقریبا هماهنگ دارن، یا میلرزن یا به گریه میفتن یا به رو میفتن که نتیجه تمام میگه مثل مرده میشن، که نتیجه تمام اینا توبه حقیقیه. حبقوق یادتونه وقتی در اون برج دیدبانی رفت گفت انقدر وای میسم اینجا که پاسخ منو بدی، چرا این همه ظلم بر قوم من میاد؟ مگر چشمان تو پاکتر از این نیست که نتونه به این همه ظلم و بدی نگاه کنه؟ من انقدر در برج دیدبانگاه خود میستم تا جواب چراهای خودم رو بشنوم که خدا بر او ظاهر میشه، میگه لبانم بجنبید، احشایم بلرزید و پوسیدگی در استخوانهایم وارد شد. داستان ایوب یادتونه؟ پر از چرا بود. چرا؟ چرا؟ این اتفاق افتاده. خدا هم حسابی حالش جا آورد. چی کار کرد؟ دستشو گرفت بردش توی سفر علمی، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، جانور شناسی، هوا شناسی، نمیدونم انواع اقسام جاها بردش، تا پرتو عظمت خدا اونو به زانو در بیاره. آنگاه گفت دستم رو بر دهان خودم میذارم، تا الان فقط شنیده بودم اما الان چشمانم تو رو دید، برای همین در خاک و خاکستر توبه میکنم. دانیال رو دیدین که مثل یه مرده در حضور خدا افتاد عزیزان، و الان اشعیا رو میبینیم که به چه روزی افتاده، که یکی از صرافین اخگری رو با انبر از روی مذبح گرفته برداشت، آن رو بر دهان اشعیا گذاشت. اشعیایی که لرزون و ترسان اینجا بود. آیا خدا بیرحم بود عزیزان؟ چرا این کار رو کرد با خادم وفادارش، با خادم با تقوا و خدا ترسش؟ نه بیرحم نبود عزیزان، داشت رو تطهیر میکرد، تطهیرتر میکرد تا بتونه از قول او با قومی که میبینن اما کورن، قلبشون سنگیه، درک نمیکنن، گوش میدن اما نمیشنون، بفرسته در میان اون قوم. و دومین نتیجه اینه که خدا بعد از اون توبه او رو تقدیس کرد، جدا کرد، او رو وارد یه حیطه قدسی کرد که بتونه یه خدمت ثمر بخش داشته باشه. و آیه 8 میگه آنگاه آواز خدا رو شنیدم، کرا بفرستم؟ از شنیدن صدای خدا. متوجه این مراحل هستیم؟ و آیه بعدی با اون لبای تاول زده که حساس ترین جای عزیزان، به نوعی وقف کامل اشعیا رو نشون میده، مثل قربانی سوختنی انگار خودشو داره تقدیم خدا میکنه و اعلان میکنه گفتم لبیک مرا بفرست. و اون موقع تازه خداوند فرمود برو به این قوم بگو. عزیزان پنجمین نتیجه خطاب این خادم خدا از سوی خدا. خدا او رو خواند به سوی مأموریتی عظیم. او خود خوانده نبود، انسان خوانده نبود که انسان او رو در جایی بذاره، بلکه خطاب او مستقیم
از جانب خدا بود. ملاقاتی که خدا با اشعیا داشت عزیزان چنان تأثیر شگفت انگیزی بر شخصیت اشعیا گذاشت و خدمت اشعیا گذاشت که هرگز تنباد حوادث و مخالفت دشمنان، یاوه‌گویان و گردنکشان هرگز نتونست ذره او رو به عقب برگردونه. 60 سال خدمت اشعیا، 60 سال ارزش های ماندگار خدمت اشعیا عزیزان، 60 سال پیام هایی که پر از داوری، نیشدار، پر از امید، پر از تسلی بود، انعکاس ملاقات اشعیا رو میده که به شناختی رفیع از خدا نائل شده بود. خدمت اشعیا منعکس کننده ذائقه سیری ناپذیر او برای شناخت خدا بود که هیچ وقت خاموش و آروم نشد. وقتی داستانشو میخونیم واقعا من میتونستم 3 ساعت راجع به این قسمت صحبت کنم، همه رو سانسور کردم به خاطر وقتمون. مرا خواهید طلبید عزیزان، مرا خواهید طلبید، این قول خداست، این وعده خداست، وعده های مقدس خدا که الان یادم اومد وعده های مقدس هم داریم. مرا خواهید طلبید چون مرا با تمامی دل جستجو کنید خواهید یافت. بذاریم چشمای خودمون چند لحظه ببندیم. ای خدای عالی، در آخر هم میخوایم تمامی اکرام، جلال، قوت، تمجید و دولت رو نثار تو بکنیم. ای خداوند، تویی که بیشتر از خود ما مشتاقی که ما رو ملاقات کنی، مشتاقی که با حضور مقدست ذائقه های روحانی ما رو ای خداوند بیدار کنی تا هر دفعه بیشتر به شناخت تازه تر و دیدگاهی وسیع تر از تو برسیم. ای خدای عالی، میخوایم به تو بگیم همه ما که اینجا هستیم همه میخوایم که تو رو ملاقات کنیم ولی نمیتونیم اگه تو ابتکار عمل رو در دستت نگیری، اگه تو بر قوم خودت رحم نکنی. دعا میکنم ای خداوند، دعا میکنم که این پیام اشتیاق و تشنگی شناخت تو رو بر هر کسی که خداوند از شکم بر تو افتاده شده کس توه خداوند بندازی و کلیسای خودتو در این زمانها خداوند در اون افتخیزهای روحانی به سوی شناخت عمیق‌تر خودت حرکت بدی. و دعا میکنم خداوند اون فانوسهایی که خداوند اون چیزهای حاشیه‌ای که خداوند ما رو مشغول میکنه که نمیذاره خداوند جلال تو رو، زیبایی تو رو، اقتدار تو رو، قدوسیت تو رو، محبت تو رو بشناسیم، ای خداوند رحم کنی و خاموش کنی ای خدای عالی، تا مثل پولس خداوند ندا بدیم در آسمان تو که میخوام همه چیز رو، همه چیز رو فضله بشمرم، تمام اون منیت ها، خود محوری ها، احقاق حق ها، حتی آرزوهایی که نمیدونیم یه روزی مثل خاری میشه در زندگیمون یا نه، همه رو فضله بشمریم و در پی شناخت تو بدویم، چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم و کلیسای خداوند بگه آمین.